در زبان برنامه نویسی سی شارپ ما کلاس هایی به نام ابسترکت کلاس رو داریم. این کلاس ها که حالا بایشون کلاس های انتزاعی خواهیم گفت قابلیت ارسبری دارن اما قابل نمونه سازی نیستن. به چه شکلی؟ همین مثال قبلیمون رو از ارسبری دقت کنید. کلاس پرسون، کلاس پرسون یا فرد با یک سری از خصوصیات مثل چی؟ مثل نیم، مثلا موف. بعد کلاس استودنت رو در نظر بگیرید که فرزند این کلاس پرسون. حالا این قسمت من میتونستم بنویسم از نوع پرسون ابجکت من مساوی نیو پرسون، در کنارش میتونستم بنویسم استودنت ابجکت من مساوی نیو استودنت. هم از کلاس والد مثلا ما میتونیم نمونه سازی کنیم، هم از کلاس فرزند، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگه بیایم در کلاس پرسون اینجا بنویسیم ابستراکت کلاس پرسون، یعنی دیگه این کلاس قابل نمونه سازی نیست، فقط از این کلاس میتونیم ارث بری کنیم. الان این قسمت رو دقت کنید، اینجا دیگه من نمیتونم بیام و از کلاس پرسون عمل نمونه سازی رو انجام بدم. پس خیلی از جاها برنامه نویسان کلاس هایی دارن که شما فقط میتونید از این کلاس ها ارث بری کنید و از متد های اونها استفاده کنید یا بعضا متد ها رو override کنید، که حالا اینجا بعدا صحبت خواهیم کرد. بعضی از متد ها رو داریم که ما مجوز override کردن رو نخواهیم داشت. پس abstract class یا کلاس انتزاعی کلاسیه که فقط قابلیت ارث بری داره و نمیتونیم ازش نمونه سازی انجام بدیم.